میکنه. اما اون حد، اون حد از همزاد پنداری که ما نیاز داریم، از حدود شما که به پرده فیلم باز میشه، قصه فیلم شروع میشه. خب اگه پرده فیلم باز میشه، تماشاگر میفهمه قصه درباره چی و کیه؟ بله کاملا. شما فهمیدید پرده فیلم باز شده چی؟ آره فهمم. میگم چی قصه چقدر برای تماشاگر مهم شده. بحث من اینه، یعنی که چقدر تماشاگر، من حالا یک بحث نمیدونم اینا نقد فیلم اگه میگید که زیاد فنی نیست حق داریم، ولی من واقعا در مورد فیلم اینو میخوام بگم. به نظر من آقای بهرام با توجه به روحیه، یعنی بخش کارگردانی واقعا همین روحیه و اینا، یکم فاصله خودش رو با صحنه و با فیلم حفظ کرده و حتی بازیگر، یعنی با وجود اینکه به نظر من عالی، یک پیشرفت کامل در تولید در سینمای ایران و با عنوان اون قدری باقی معلم آنجام نشسته و قدر آیا رو چیز نکنه آیا نون قدر معلم یه تو چیز نکنه از کارگردان این داد نون به تایی کنه به قدر نده من رو جوه دیکیز دو آره تایی کننده خیلی خوبی داره. نه ببینید سوالی که بکنم، من بخوام آقای ابراهیم، نه حرف من این میدونه چیه، حرف من دقیقا همینه. من میگم که حالا که یه همچین فیلمی داره ساخته میشه، در وهله اول باید تماشاگر یعنی کارگردان با شخصیت های فیلمش سر صحنه یک ارتباط نزدیک خیلی چطوری بگم تا هیجان آوری برقرار کنه. من یه هم چیزی رو احساس نکردم چون سر صحنه یک همیشه ارتباطی با عوامل تولید برقرار. زمین که از شما تشکر میکنم، من به نظرم این قرار فیلم رو نقد بکنیم، این رو جزو مجموعه نقد محسوب نمی کنم. چرا نمی‌کنیم؟ در واقع من این رو جزو سلیقه شخصی محسوب میکنم. چرا؟ من میگم که این در واقع این که شما دوست داشتین آقا من شخصیت سینا رو بیشتر ببینم، این زاغه شما ظاهره، من اون یکی رو پرده هست. ما داریم نمادی چارچوبایی صحبت میکنم آقا برنامیان. بحث ما اینه که این فیلم فیلمیه که قراره که تماشاگر رو در استرابای خودش شریک کنه، درسته؟ و وقتی که تماشاگر دالیگی کارگردان هست که ابتدا یک فیلم فاصله گذارانه میسازه دیگه، درسته؟ وقتی که شما میخواید تماشاگر رو کاملا تحریک بکنید و به استراب بیاری، قاعدتا باید چاره احساسی اون رو یعنی کسی نمیتونه بگه من چه من سیده میسازم، ولی به قول شما سینا رو نشون نمیکنم. شخص کردی هستم خدمتتون. من یه امروز صحبت میکردم، اون صحبت این بود که ما یه خطکشایی میذاریم، در قالب اون خطکشا خودمون رو محصور میکنیم، بعد نمیتونیم ازش بیرون بیایم، یا تعریفی میدیم مثل تریلر یا اون قاطی روانی. نه من خودم عرض میکنم، به نظر من فیلم اگر داره این در واقع خسته باشه که شما میگید، یعنی بیننده یا آجره میفرمایید، این بیننده با نیمه نخست فیلم ارتباط برقرار نکنیم، فیلم اشکال داره. الان من ارزم اینه که من اینطوری حس نمی کنم. اتفاقا یه چیز جالب من به شما بگم آجره، من دو تا سریال ساختم، شما میدونید مدت ها اون سریال ها روی آنتن بوده. در مورد فیلم آل من یک چیزی به مردم مدیونم، به قدری مردم این روزا با استقبال خوبی وقتی من میبینن حرفایی میزنن که من شگفت زده میشم، احساس شرف میکنم. خیلی ارتباط خوبی مردم با فیلم گرفتن. اینو از در واقع نوع رابطه مردم با خودم میگیرم. مردمی که با من همین جا معمولا میلیون نیست، مردم در جامعه هستن. بله بله معلوم در دیدن دیدین چقدر میرم سینما میکنم. آره که وقتی که فیلم تمام میشه حتما بیرون سالن ها منتظر مردم هم و سوال میکنم آیا در این باور رو فهمید، انقدر من رو تشویق میکنن، انقدر مردم خجالت میدن که من دیگه این روزه همش اینطوری هم که خیلی ممنون دست شما درد نکنه، یه زحمتی که کشیده شده گروهی بوده و این چیزا. به خاطر این حسی که آقای قادری در مورد فیلم دارن من ندارم. چیزی که آلو مستثنا میکنه، ویژه میکنه نسبت به فیلم های دیگه، حالا شما حتما قائل بر این هستین که نوع نگاه به آله. توی این صحبت، توی این صحبت که شد فرمایش آقای جرانی بود که چرا مردم نمیترسن، عرض کردم که ترس محصول شناخته هاست. شما وقتی سوار ماشین میشین توی سرعت بالا با شناختی که از تصادف دارید میترسید، دلهره استراب محصول و حاصل ناشناخته هاست. در آل ما ناشناخته ها رو معرفی میکنیم. در واقع تصور ما هنگام ساخت این بود فیلمی بسازیم مؤثر که یک اصطلاح آقای معلم داره به بعضی فیلم ها اطلاق میکنه، فیلم های ویژان پوش و آفتاب دست و این چیزا، که در تبدیل ما اون فیلم ها نشیم. در واقع ما سعی شد این سطح این بحث فرهنگی رو بالاتر بگیریم. تلاش در واقع در فیلم کاملا رویت میشه که یک فیلم متفاوت ساختی، این کاملا نیست میشه، هم شما که کارگردانی کردید هم تایید کننده. اما آیا این فیلم در واقع فکر نمی کنید که یک ساعت اول فیلم تا گم شدن همسر سینا در واقع
داستان جلو نمیره متوقع. بله بله. اما این نگاهیه که شما دارین. شما که من نگاه میکنم بله. اگه شما که نگاه میکنم. اگه شما که نگاه میکنم. نه نه نه. این که من کارگردان نیستن صحبت کنیم. این که نگاه میکنم. پیشوری شما کارگردانی به همراه دارم. من فکر کنم که یک کمی حالت چیز دافه شده. در حال که اگه هم بدونیم که داریم درباره فیلمی که بحثش واقعا مهم و شریفی از صحبت میکنیم یه همچین موضوعگیری از طرف آقای بهرامیان نشه، یعنی همه اون نه ایشون حق داره که فکر کنه تو به دلیل اینکه دیگه به شرط اینکه بگن آقا تو مردم میگن فیلم اون چه فردی به ما کنه تو بگن دیگه آقا در مورد فرادی هم این دلیل به عنوان منتقد. حالا بحثی دیگه مثلا من میخوام مثال بزنم. ببینید یه فیلمی الان رو پرده سینما جانس به نام شاترلند مارتین اسکورسیزی، این فیلم یک جورای داستان شبیه فیلم شماست و اونم یک تریلر حالا یه جورای روانکاوانه فیلم ما. نه نه به فرض منظور روایت آره آره کلمه مشتبه بود فرضش و منظورم نوع فیلم بود شبیه یعنی اونم یه سایکودرام خب یا سایکو تریلر. ولی اتفاقی در مورد اون میفته به نظرم این یک وجه ممیز است. اینو واقعا دارم چطوری با خلوص نیت میگم با اینکه فیلمتون خیلی خوب و جذاب ساخته شده با اینکه اون فیلم رو میبینید و فیلم بسیار آزاردهنده ای هست من. ولی شما انتظار دارید کارگردان با وجود اینکه همش داره کابوس‌هاش رو روایت میکنه و شما میگید بازم داستان تعریف کن چون بازم میخوام بشنوم با وجود اینکه داستان فضا خیلی تلخه خیلی آزاردهنده آره. حالا سوال من اینه که مثلا من دارم میگم نقاط اوج داستانتون انگار بیشتر که شما طرفدار یعنی فضای فیلم اتمسفر فیلم بودید نقاط اوج داستانتون یعنی گم شدن دختر یا پایان فیلم اتفاقا انگار خیلی سریع داریم از رو شرط میشیم پایان فیلم که نمیتونیم بگیم تو امیدونیم که مردم از رو بگیم باز به نظر اینو من قائل به سلیقه میشم. ممنونم که اسم این فیلم شاتر آیلند آوردین و خوشحالم که این فیلم بعد از فیلم آر ساخته شد. از حضور شما که قیاس خیلی خوبیه اسکورسیزی با اون انقلابات هالیوودی یه فیلمی ساخته که فیلم ما خیلی شبیه هست.